شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما هستند وقتتون به آقای سمیعی کشته شدن یحیی سنبار واکنش های گسترده در جهان از جمله در آمریکا داشته بسیاری از رهبران جهان گفتن اکنون زمان آتش بسه فکر میکنید نتانیاهو با اون موافقت کنه درود به شما بانو قیاسی گرامی و مردم عزیز ایران ببینید در حال حاضر آقای نتانیاهو یک دست برتری رو داره به خاطر اینی که اسرائیل تونسته موفقیت های پیاپه نظامی رو به وجود بیاره اما باید ببینیم که توانمندی تبدیل این موفقیت های نظامی به موقعیت های سیاسی وجود داره یا نه آقای نتانیاهو الان از طرف دولت خودش تحت فشار بسیار زیادی است ما دیدیم ایشون در حقیقت دو تا پیام ارسال کرد یکی اون بود که ما باید در زمینه بازگرداندن اسرا به خانه اقدام بکنیم دوم این بود که جنگ هنوز تمام نشده و ما کماکان بایستی تا آخرین نیروی حماس با اینها بجنگیم یعنی ببینید در حال حاضر این تنشی که در دولت خود آقای نتانیاهو وجود داره مانع از اون خواهد شد که بخواد ایشون این رو تبدیل به یک موقعیت سیاسی بکنه و ازش استفاده بکنه ولی من فکر میکنم که این یک اشتباه هست و دوم اینکه دولت های بزرگ به ویژه دولت های ایالات متحده بریتانیا و فرانسه و آلمان به آقای نتانیاهو این فرصت رو نخواهند داد که بخواد باز کجدار و مریض رفتار بکنه به الان موقعیت اون هست که با حمایت دولت های مانند قطر بخوان فشار رو بر نتانیاهو بیشتر بکنن چون حماس در حقیقت الان کسی دیگه اونجا نمونده که بخواد رهبری بکنه و برای اونها از بین بردن این تنش و حداقل یک زندگی بخورنمیر بسیار های اهمیت هست و من فکر میکنم که دولت های غربی نتانیاهو رو بسیار تحت فشار بگذارن برای پذیرش اینکه بیاد اعلام بکنه ما جنگ رو برنده شدیم ما الان آماده مذاکره هستیم و ما تمام اون اهدافی که داشتیم که حماس و حزب الله رو از بین ببریم انجام دادیم. آینده گروه حماس رو چطور می‌بینیم؟ توانایی بازیابی خودشون رو در غزه که بسیاری از بخشاش در کنترل اسرائیل دارن؟ من فکر نمی کنم برای اینکه ببینید حتی ما اگر بیایم فرض رو بریم بذاریم که برادر آقای یحیی سنوار بیاد رهبر این گروه بشه اونقدر عمرای با دست بالایی براشون باقی نمونده اونهایی هم که باقی موندن بیشتر در خارج منطقه و در قطر هستند آدمهای پراگماتیکی هستند که علاقه به یک داد و ستد سیاسی دارند و اونها هم بر این باور هستند که اگر بتونن یک راهکاری پیدا بکنن که با دولت اسرائیل و با دولتهای غربی به یک تعاملی برسن من فکر میکنم اون گزینه رو انتخاب خواهند کرد چرا؟ برای اینکه نگاه میکنن میبینن راه دیگری براشون باقی نمونده و توانمندی مقابله از بین رفته حماس از 24 تا گردان نظامی 23 تاش نابود شده در حال حاضر حماس تمام تخم مرخاش هم گذاشته بود توی سبدی که جمهوری اسلامی روش نوشته شده بود جمهوری اسلامی هم خودش ببر کاغذی عذاب در آمد و الان جمهوری اسلامی خودش هم مشکلی داره از اینکه نمیدونه با اسرائیل و با گروه های نیابتی از بین رفته خودش چه کار بکنه پس گروه حماس هم به نظر من بر این باور خواهد بود که تحت حمایت یک سازمان فلسطینی ارز نمی کنم فتاح یا سایر گروه های خودگردان فلسطینی در حال حاضر چون اونها هم بسیار مشکلات داخلی و مشکلات دزدی های رد بالای مالی دارند ولی به نظر من گروه حماس در حال حاضر سعی خواهد کرد که یک راه تعاملی رو پیش بگیره و اینکه جناب هم در گزارش فرمودید که بلینکن با همتایان منطقه‌ای خودش وارد صحبت شده نشانگر این هست که ایالات متحده بسیار بسیار مصمم هست حتی به نظر من تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در امریکا بتونه یک راهکاری ایجاد بکنه که حداقل یک برنامه آتش بس اعلام شده باشه شایان سمیه کارشناس امنیت ملی ممنون از همراهیتون از ویرجینیا